واقعا باید خون گریست بر جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در او مطرح بشه. انقلاب ما یک حرکت عظیم مردمی بود بر علیه یک حکومتی که تقریبا تمام خصوصیات یک حکومت بد رو داشت، هم فاسد بود، هم وابسته بود، هم تحمیلی و کودتایی بود، هم بیکفایت بود. حالا همین چهار خصوصیت رو من مختصری توضیح بدم. اولا فاسد بود، فساد مالی داشتن، فساد اخلاقی داشتن، فساد اداری داشتن. در فساد مالیشون همین بس که خود شاه و خانواده او در بیشتر معاملات اقتصادی کلان این کشور داخل می شدن. برادران و خواهران او جزو کسانی بودند که بیشترین ثروت‌اندوزی شخصی رو کردن و خود او همینطور. رضاخان در دوران 16-17 ساله سلطنت خود ثروت کلانی اندوخت. از زمین‌ها بد نیست بدونید بعضی از شهرهای این کشور در بست به حسب سند متعلق به رضاخان بود. یک شهر مثل شهر فریمان، شهر فریمان تمام ملک رضاخان بود که اینا رو ملک خودش در آورده بود. بهترین املاک این کشور و زمین‌های این کشور، او علاقه به این چیزا داشت و به جواهرات. بچه‌هاش خب نه، البته یه قدری مشرب وسیع‌تری داشتن، هر جور ثروتی رو دوست می‌داشتن و جمع می‌کردن. و شما بهترین دلیل هم اینه که وقتی اینا از این کشور رفتن، میلیاردها دلار ثروت اینا انباشته در بانک‌های خارجی بود. شاید بدونید ما بعد از انقلاب خواستیم که ثروت شاه رو به ما برگردونن، و البته طبیعی بود که جواب ندادن. اون وقت تخمینی که زده میشد از مال مجموع خانواده ده ها میلیارد بود. رفتن در جاهای مختلف دنیا مستقر شدن، همشون جزو ثروتمندا شدن و هستن. پولهای کلان و این پولها رو با زحمت کشی که به دست نیورده بودن، کاسبی مشروع که نکرده بودن، اینها پولهایی بود که زرندوزی ها و ثروتندوزی های غیر مشروع به وجود آورده بود. نظامی که در رأس خودش اینقدر فساد مالی هست، این ببینید چه جور نظامی است و با مردم چه میکنه. از لحاظ اخلاقی فاسد بودند. باندهای تبهکار معاملات قاچاق زیر دست برادران و خواهران این شخص بود. از لحاظ مسائل اخلاقی و جنسی چیزهایی هست که گفتن و شنیدنش عرق شرم بر پیشانی انسان میاره و نوشتن. البته خاطرات این چیزها رو، بخشی و گوشه از اونها رو، کسان خودش و نزدیکان خودش، دستیاران خودش بعدها نوشتن و منتشر کردن. از لحاظ فساد اداری در مدیریت ها صلاحیت ها رو رعایت نمی کردن، وابستگی های به خودشون و دستورات سرویس های اطلاعاتی و امنیتی بیگانه رو ملاک قرار می دادن و کسانی رو سر کار می آوردن. این ببینید یک حکومتی که در رأس خودش رشوه می گیره، ثروت اندوزی می کنه، معامله قاچاق می کنه، به مردم خیانت می کنه، این رژیم چجور رژیم و چجور حکومتی است؟ این فساد. البته اینها رو اگر بخواد کسی با دلایل و شواهدش بگه کتاب ها خواهد شد. وابسته بودن. وابستگیشون به خاطر این بود که از مردم به کلی بریده بودن. برای حفظ حکومت خودشون، خودشون رو ناچار میدونستن که متکی بشن به خارجی ها. واقعا باید خون گریست بر جامعه اسلامی که
که حتی احتمال کسی مثل بنده در او مطرح بشه.